مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا. او هللویا، کافیست مرا. مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. با امید این که روزهایی شاد و موفقی را در فیض خداوند مهربان سپری فرموده باشید، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. عزیزان، خداوند یگانه و مهربان ما همه شما را همواره در هر شرایط و موقعیتی که می باشید بی نهایت دوست می دارد. خداوند همچون پدری دلسوز و غمخوار مایل است تا با شما گفتگو کند. از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده اجازه بفرمایید تا او توسط متن پیام و سرودهای روحانی این برنامه برکت و آرامش الهیش را عطا بفرماید. خدا فرستا پسرش عیسی را، با مهر شب بادا و آزادم سازد. قبر خالی گوید منجیم زنده است، چون زنده است از فدا نترسم، چون زنده است دستی ندارم، چون دانم هایم به پایان میرسد، چون پس از مرگم آید بیروزی، با چشمان خود بینم عیسی زنده است، چون زنده است از فدا نترسم، چون دانم آینده در دستای او، وزیستن ارزش دارد چون تو زنده است. به دودی ایسا به جهان باز آید، ای عزیزان دانید وقتی من وقتی او آید، ایمان داران را به حضور پرجلال خدا برد، چون زنده است از فدا نترسم، چون زنده است دستی ندارم، دانم آینده
دوستان عزیز، در این هفته راجع به موضوع چگونه مخالفین خود را بپذیریم صحبت می‌کنیم. چگونه مخالفین خود را بپذیریم؟ عزیزان، خداوند بسیار مشتاق دیدن اتحاد و یکدلی در میان ایمانداران به خودش می‌باشد. ما وقتی به خاطر اختلاف سلیقه و یا حتی عقیده خودمون از دیگر برادر و خواهرانمون کینه به دل میگیریم، به نوعی گناه کرده و دل خداوند را میشکنیم. خداوند در کلام خودش مرتباً اهمیت اتحاد و یکدلی را به ما گوشزد فرموده. برای مثال پولس رسول در اول قرنتیان فصل 1 و آیه 10 برای دعوت کلیسای قرنتوس به اتحاد اینطور می‌فرماید. پولس میگه: ای برادران عزیز، به نام خداوند ما عیسی مسیح به شما التماس می‌کنم که از بحث و جدل دست بردارید. بکوشید با یکدیگر یک دل و یک زبان باشید تا در میان شما جدائی و شکافی پیش نیاید. خواهش می‌کنم که در فکر و هدف متحد باشید. آمین. خدا را شکر. پولس همچنین در نامه دیگری به تسالونیکیان در اول تسالونیکی فصل 5 و آیه 13 می‌نویسد: نگذاری چیزی باعث تیرگی روابطتان با یکدیگر گردد. بله دوستان، بنابراین خداوند ما را قویاً امر فرموده تا در فروتنی، صبر و تحمل نسبت به یکدیگر در روح صلح و آرامش با هم زندگی کنیم. در مورد اهمیت اتحاد و صلح و همدل زیستن با ایمانداران دیگه، پولس رسول باز هم در جای دیگه در افسوسیان 4 و آیات 2 و 3 این موضوع مهم را بدین گونه برای ما تشریح فرموده. پولس میگه: فروتن و مهربان باشید، نسبت به یکدیگر بردبار باشید و به سبب محبتی که به هم دارید از خطاها و اشتباهات یکدیگر چشم پوشی نمایید. سعی کنید همواره متفقاً از روح خدا هدایت شوید تا بتوانید همیشه با هم در صلح و صفا باشید. آمین. عزیزان، کلام خدا همچنین ما را از خطر ایجاد تلخی و غضب نسبت به دیگران هشدار میده و دعوت به دوری از آن میکنه. در کلام خدا در کتاب عبرانیان فصل 12 و آیه 15 در این مورد میخوانیم که: مواظب باشید مبادا کسی از شما از خدا دور شود. دقت کنید تلخی در میان شما ریشه ندواند، زیرا باعث اضطراب شده به زندگی روحانی بسیاری لطمه خواهد زد. آمین. بله دوستان، کشمکش با دیگران، ستیز جویی، گله و شکایت، بحث و مجادله از خواهش‌های نفس انسانی که از مسیح پیروی نمی‌کنه نشأت می‌گیرند. ایمانداران حقیقی به عیسی مسیح به هیچ وجه به انجام یک چنین اعمالی دعوت و تشویق نشدند. این گونه خصوصیات در تناقض کامل با اون گونه رابطه‌ای می باشه که مسیح از ما انتظار داره. ما لازم نیست از خودمون سوال کنیم که آیا تا حالا با ایماندار دیگری در کشمکش و اختلاف بودیم یا نه، و یا اینکه آیا تا حالا در خودمون نسبت به دیگران احساس تلخی و خصومت داشته ایم یا نه. بلکه سوال اینجاست که وقتی یه چنین اختلاف و مشکلی پیش میاد، آیا من و شما بدان گونه که رضایت عیسی مسیح را برمی انگیزه
با این اختلافات برخورد می‌کنیم، ما برای مقابله با دلشکستگی‌ها، زخم زبان‌ها، گله‌ها و مجادله‌هایی که با دیگران برایمون پیش میاد، دو راه حل بیشتر نداریم.